ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. زنده باشی سرکیز، حسابی افتاده تو رو درسی. وقتی جنسه رو گذاشتیم تو ماشین ازم خواهش میکنه که برسونه من. مام از خدا خواسته همین که سوار بشین از خودم آخر بسری. آخ نبرمان مهم نیست ای بیوخ من وقتی دادم اشاره داره بچه هر کارو گره میخوره. خدا کنه گره کور نخوره. این نکتون رو عوض کنین آقای مهندس، سره که من هیچ وقت جوراب پام نمی کنم. جدن؟ پس چه پوست نازنینی دارین؟ از دمه در بخونه رد نشین. سعی می کنم. آره بابا خطر داره. آره اینا رو کجا بذاری؟ زنی بوستن بره دیو اینجا، طرف هم اینجا، اون سه چهارتاش هم باشه مال گده ها. حالا دو تا سیگار چاق می کنم و می کشیم تا خستگیمون دره. مرسی هارال به مرسی. آخه میخود نیست حمال روزی صد تا چپق دود میکنن، انگار خیال حرکت نداره. چرا؟ اتفاقا باید برم منزل. اتفاقا منم میرم منزل. خیلی خوب، پس شما به کارتون برسیم منم به کارم. بازم متشکرم از پول و زحمتی که کشیدیم. خدافظ شما. سیو اگه یاد بری نامه ربون فقط یادتون نره آهسته برانید، برای اینکه مردم بی احتیاط هن یه وقتی بین صاف باشی شد بازم نره با ما یاد یه بیلیت از من بخریم جون بچه تو، یه دونه بیلیت از من بخریم آقا با شما، یه دونه بیلیت از من بخریم. شما چرا خوش هست؟ فیلم هلوی پوستکنده با بازی گرشا رئوفی، سهیلا و لیلی سال 1352 ساخته شده. داستان راجب جلال با بازی گرشا رئوفیه که راننده کامیونه و توی جاده با هوری آشنا میشه. هوری 10 سال پیش تو همسایگی جلال خونه داشته و بعد از ازدواج با احمد از جلال دور مونده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چیشی تلافی کردی؟ حالا ناراحت نشین، خواهش میکنم. ببینم اسم شما جلال نیست؟ چرا؟ چطور مگه؟ اگه فردا به دیدنم بیایی میفهمی. من که نمیتونم بیام خانم. طبقه اول اون در اون طرف خیابون خونه منه، فردا منتظرتم، بیا کارت دارم. آخه چه کاری داری؟ من نمیتونم بیام. چرا میای؟ نه جونم نمیام. خدافیز. خوش اومدی. بده من از تو بفر بخانم، اینم سیبی چتون. بیا اینم انعامتون. این چیه خانم؟ آخه با پولکی نیستیم خانم، برای خیلی خواب میگیری با جهنم. آدرس گاراژتون کجا؟ خیابون شوش، گاراژ شوش دور 5-6 میشه یه سو. متشکرم، خدافز. قربونه شما، خیابون شوش، گاراژ شوش دور، قربونت برم چه جور. اوخ نمیریم. چرا سوهاشو بر شیطون لعنه، سوهاشو بریم. بریم جانم، بریم قربونت. عجیب یه لوش گیر کرده پاک. آخ جلال قربونت برم، منو جان خورم پیاده کن که ننه از دل با فسی در بیارم. باز چشت خورد به شهر یاره ننه دفتادی. بینیز بینیم یالا. الالا اومد تو هم خوش شانسی ها. ببارید ای تاسیون، یک جفت شیش ما رو مهمون کن. بح نفوسه تو برای بسه چی خوش گل اومد. آرزا داشت اومد. چی؟ داشت؟ بسه دیگه بچه، من رفتم داشتم بفهمه خیلی بد میشه. کجا با تازه اولش تو اینجا دوران خود باشه برخه. قربون شما سرشو در نهیریم. ما رفتیم بابا این مفت. دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته پسر راننده شون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن.
بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیک‌تر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. شما درد نکنه. متشکرم. حالا باید دو ساعت واسم جک بزنم پنج چری بگیرم. اینم شد کار. فیلم سلام بر عشق از آثار دیگه پرطرفدار کارنامه بازیگری مرجانه. مرجان تو این فیلم نقش زنی آوازخون به نام زری رو بازی میکنه که ازدواجش با حبیب و بعد از اون درگیریش با مدیر کافه‌ای که اونجا کار میکنه باعث ماجراهای خطرناکی تو زندگیش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام اشرف خانم جون، راستی بهت گفتم که قیافت چقدر واسه آرتیست شدن خوبه. آره گفتی، چند دفعه بهم گفتی. خب پس بیا امشب با هم باشی. میترسم زیادی کنی جون. آره تو بمیری. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده این منن. میمیرم واسه جون چی کرده برم بزن معلوماتم زیاد بشه. گام شمارده شور تو معلومات تو ببره. ای ستنجا تف به ذات پدره. بس سلام اشرت سیاه، غیر بده بیا. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. بارو شاخان، دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست پرورده منن. بیا امشب با هم باشیم جون، من میخوام بزن معلومات زیاد بشه. بارو چا مارو گزه مارو مارموله. ببین این گوهر نایاب بعد اصلا پشیمون میشی آخه. توف به ذات پدره. بس سلام مینو کماری، چقدر خماری. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. آره صد دفعه گفتی. پس بیا امشب با هم باشیم. خب دیدی چه ایدی. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده منم. بس سلام افت خانم جان، راستی بهت گفتم که قیافت چه غذا واسه یه. آره گفتی که قیافم به درد آرتیست شدن میخوره. نه با اتفاقا میخواستم بگم قیافت عوضیه، به درد آرتیست شدن نمیخوره. آخ خدا پما چجوری آخ دایی دلمونو. بس سلام. فیلم کاسب‌های محل که تو سال 1348 ساخته شده از این قراره که نجار محل با دختر پولداری آشنا میشه و بهش دل میبنده. پشمند نجار، کفاش و تربار فروش محل هم گرفتار عشق میشن. مشکل اینجاست که پولدار بودن دخترها مانع رسیدن این کاسبا به عشقشون شده. بخشایی از فیلم کاسب‌های محل رو با هم تماشا می‌کنیم. بچه رو نیومد. صبر کنین دیگه الان پیداش میشه. به خدا اگه نیاد کاری میکنم که از نیومدنش پشیمون بشه. یه ذره صبر کنین خانم، میاد دیگه. پدرت بسوزش. بابا نخواستم من این جای خوبو ول کنم برم دنبال پینه دوزیم. بودی یکم تو بچه‌ای. آقا جلال خیلی پدرت بذم من برم نیم تخم اندازم بذم بینه کجان. آخه بفرمین اومدم. ایوه باش باشی.
بابا جون من میخوام برم دوار دوز کنم. نگاه کن ببین چی میبینی. سلام عرض می کنم. آقای علی پیندوز خدمت و معرفی. پیندوز چه مرد با کفاش. ببخشید علی کفاش تا عمره چاکر شماست. قربون شما کوچیکم. علی کینگ یخت ما رو تنه بذار. مرگ من. تو من تنه بذار. چاکر شما. پروین. بله. پروین جون یک کمی ما رو تنها بذار. چشمونه. خب چی گرمم شده. راستی فرمین جان میخوای یه چیز خیلی قشنگی بهت نشون بدم؟ مثلا چی مثلا خرگوش. مگه اینجا خرگوش هم داره؟ آره اینجا خرگوش در رست دیگه پر خرگوش پشمالو. حالا تو گوشهاشو نگاه کن بعد خرش هم بهت نشون میدم. راست میگی علی آقا به جون دقاقا.